همونطور که شما در جریان هستین، با اعلام عفو عمومی طالبان در هفته های نخست حاکمیت طالبان، حدود بیشتر از 30,000 نیروی امنیتی حکومت پیشین در اداره های مختلف امنیتی طالبان کار میکرد. چطور شد که حالا تصمیم گرفتن طالبان این نیروها را برکنار بکنن؟ چه هشدارهایی را دریافت کردن و چه چیزی طالبان حراس دارن؟ من فکر میکنم که آن چیزی را که آقای وسیق به تازگی مطرح کرده حداقل برای ما یک چیز جدید یا شوک‌آور یا در واقع یک سورپرایز نبود، چون استراتژی و دیدگاه طالبان همی است. آن چیزی را که آقای وسیق مطرح کردن در واقع ختم پروسه را در ریاست استخباراتشان اعلان کردن. آغاز پروسه از روز ورود طالبان به تمام ساحه افغانستان، از هر ولسوالی که آمدن، هر ولایتی که آمدن، آغاز پروسه از اونجا بود، چه از اولین ولایتی که نیمروز بود به دست طالبان متاسفانه سقوط کرد و چه آخرین ولایتی که پنشیر به دست طالبان اتفاق افتاد. از همون روزها تصفیه نیروهای امنیتی و دفاعی پیشین از طرف طالبان به انواع مختلف اجرا شد. یکی که ایجاد رعب و وحشتی که طالبان به وجود آورد، بخش عمده از نیروهای امنیتی و دفاعی پیشین خودشان حاضر نشدن که برن دوباره با طالبان همکاری بکنن. بخش از دیگهش ایدولوژی و فکر است که نیروهای امنیتی و دفاعی پیشین افغانستان تا این مدت 20 سال گذشته بر اساس از او تربیت شده بودن و آموزش دیده بودن، این ایدولوژی و این دیدگاه کاملا با دیدگاه طالبانی در تضاد است. آن چیزی را که نیروهای امنیتی و دفاعی پیشین آموختن و آن چیزی را که با او باور دارن با دیدگاه و باور طالبان کاملا متفاوت است. بنان کنار آمدن با این دیدگاه بسیار دشوار بود که خیلی از نیروهای امنیتی و دفاعی پیشین مجبور شدن وظایف ترک بکنن و حتی افغانستان ترک بکنن. موضوع سوم جبری بود که طالبان در نیازهای امنیتی و دفاعی و در کل ساختار رژیمشان بر افرادی از حکومت پیشین اینا اعمال کردند. توهین، تحقیر، بازداشت‌های خودسرانه، کشتار، سربنیست کردن، تمام اینا چیزایی بود که از طرف طالبان اعمال شد و نیروهای امنیتی و دفاعی در داخل ساختار آیسته از بین برده شدند و اینا را از ساختار بیرون کردند. و اکنونی که آقای وسیقی را اعلام میکنه در ریاست استخبارات پروسیشان ختم شده، در ریاست ها و نیازهای دیگه همچنان ادامه دارد. و از طرف دیگه موضوع مهمی را که میتونه آدم به او یاد بکنه یا از او یاد بکنه این است که رهبر طالبان به دلیل حضور حقانی در وزارت داخله و به دلیل حضور ملایقه و پسر ملا عمر در وزارت دفاع نفوذ آنچنانی را برای دو نهاد نداشتند و هر کدام از این دو نفر به نحو خود یک بخش از ترازوی قدرت طالبان احساس میکنند. بنان تنها نهاد و مهمترین نهادی که از دید رهبری طالبان میتونه باید صاف و سوچه طالب باشن او اداره استخبارات است. من میخواستم دقیقا همین بحث را از همین سوال شما بپرسم که آقای عبدالحق وسیق با این کار خود چه خدمتی به امارت طالبان کرده و حداقل کاری که پیشتر از وزارت داخله یا دیگر نهادهای امنیتی انجام دادن؟ اگر به نحو خدای نخواسته حالا فرض بکنیم، ولی از لحاظ کارشناسی اگر خود در جایگاه طالب قرار بدیم، آقای وسیق نه تنها که کار اداری را انجام داده، یک ماموریت اداری را انجام داده، بلکه یک ثواب را به باور طالبانی یک ثواب را اونا به دست آوردن. چون به دید طالبانی حضور نیروهای امنیتی و دفاعی پیشین، حضور تمام کسانی که خلاف ارزش‌های طالبانی باشه و حضور کسانی که بر اساس آموزه‌های مدرن انسانی آموزش داده باشه به نحو گناه هست و به نحو شرک و کفر است و ترویج و با انحراف اداره به سمت کفری است. بنان آقای وسیق هم از لحاظ ایدئولوژی خود قناعت میده، از لحاظ باوری که داره خود قناعت میده، خود به نحو آسوده خاطر احساس میکنه که دیگه در زیر دستش کسانی نیستن که خلاف ارزش های اسلام، آن اسلام طالبانی، اونا حضور دارن. و هم از لحاظ از اینکه شیرینی یا مو خوشخدمتی به رهبری طالبان انجام داده باشه. آقای وسیق در این پروسه تنها نیست. تاج میر جواد به عنوان فرد بسیار نزدیک به رهبر طالبان و یک شخص بسیار مرموزه که وابستگی های عمیق به نهادهای استخباراتی کشورهای منطقه و جهان هم داره و همچنان افراد دیگری که در درون خود استخبارات طالبان است، طرف مولا عبد الله توظیف شدن، اینا به عنوان یک تیم ساختار استخبارات موجود طالبان را به اصطلاح از وجود افراد نامطلوب
اینا پاکسازی کردن و اینجا بسیار جای دقت کار است. و زمانی که اینا اصطلاح را به کار میبرن میگن افراد نامطلوب ما از اینجا بیرون کردیم و در مقابلش میگه افراد مسلمان و مؤمن از جامعه اسلامی استخدام کردیم، این به نحوی پیام میرسانه که افرادی که اینجا بودن اینا مسلمان نبودن و مؤمن نبودن. وقتی شما یک لیبل یا برچسبی را برای آدم ها میزنین و در جامعه شدید اسلامی و محافظه‌کار افغانستان رها میکنین و در سیطره قدرت طالبانیه که کشتن یک غیر مؤمن و غیر مسلمان از نوع طالبی که اونا فکر میکنن، کشتن از اونا اونا را به بهشت نزدیک میکنه و با اون رویاهای خیالات حر رو مچون حد جویای شراب و چی و چی نزدیک میکنه، این آدم ها را شما با این لیبل دوباره بر این جامعه رها میکنین، شدیدن در واقع میبرین شما اینا را به قربانگاه، اینا را میبرین به قصابی، مثل عزیز که شما گوسفند را یا یک حیوان را یا یک چیز دیگه را بفرستین به قتلگاه و یا هم افراد را دست جمعی شما زیر دیوار بکنین و هم دست جمعی در سیل و آفات طبیعی و اینا و لغزش کوه قرار بدین، در مظهر در یک حالت قرار بدین. بنان طالبا با این کارشان و خصوصا آقای وسیق و خصوصا سخنرانی اخیر آقای وسیق، تمام افراد برطرف شده از نهاد امنیت ملی افغانستان را شدیدن آسیب پذیر ساخته و اینا را در معرض انتقام جویی شریعت مدارانی طالبا قرار داده و احتمال از اینکه افراد از جمله قربانیان باشه که در صفوف شهدای نیروهای امنیتی و دفاعی قرار بگیرن یا بازداشت شون یا بیشتر اذیت شون، زخم زبان بخورن، این احتمال بسیار زیاد است. بنابراین از هر لحاظ متاسفانه این رفتار طالبا بسیار خطرناک است و پیامد بسیار جدی هم برای کلیت افغانستان، برای که نیروهای متخصصش از اداره خالی میشه و نیروهای آموزش دیدیش از اداره خالی میشه و هم بر از لحاظ فردی بر افرادی که با لیول غیر مؤمنی و غیر اسلامی دوباره به جامعه محافظه‌کار رها شدن هم خطرناک است.